در حالی که جان کری وزیر امور خارجه امریکا وارد وین شده، امروز آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارشی یک سویه گفت ایران هیچ توضیحی که بتواند آژانس را در حل و فصل اقدامات عملی باقی مانده کمک کند ارائه نداده و سوی دیگر خواستار افزایش دسترسی ها به کلیه اطلاعات، اسناد، تأسیسات، مواد و پرسنل مرتبط هستیم. امروز هم مذاکرات کارشناسی میان ایران و 5+1 در جریان بود، اما کند. فضای مذاکرات یک فضای خیلی جدیه، بحثا خیلی فشرده هست. موارد اختلافی همچنان باقی ماندند، از چگونگی غنی‌سازی و تحریم و تعداد سانتریفیوژها گرفته تا زیاده‌خواهی‌های عجیب امریکا در بازرسی‌های فراتر از معاهدات بین المللی. تعامل و همکاری و مقاومت در برابر زیاده خواهی. این اتاق مذاکره در هتل کوبرگ امشب چراغش تا صبح روشن است. آمریکا امروز در پاریس با وزیران امور خارجه فرانسه و عربستان دیدار و گفتگو کرد. جان کری در کنفرانس خبری مشترک با همتای فرانسوی خود گفت تمرکز اصلی گفتگوهایش در پاریس موضوع مذاکره با ایران بوده است. We do want to get an agreement, but it's not just any agreement. ما خواستار دستیابی به توافق هستیم. با این حال این توافق نباید هر توافقی باشه. ما قصد داریم به سختی تلاش کنیم. طی روزهای آینده بسیار محتاطانه گام خواهیم برداشت. ما با هماهنگی درباره این مسئله در حال اقدام هستیم و امیدواریم بتونیم خط پایان رو تعریف کنیم و به اونجا برسیم. لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه هم با بیان این که ایران به طور قطع حق دارد انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز در اختیار داشته باشد گفت اختلاف نظرهای مهمی وجود دارد. ما امیدواریم به توافق دست یابیم، اما باید گفت اختلاف نظرهای مهمی وجود دارد. ما امیدواریم این اختلافات کاهش یابد. این کاهش به طور گسترده‌ای به عملکرد ایران بستگی دارد.